صبح همه بخیر، خوش آمدین. خوشبختانه میماندار هستیم. آقای سید عبدالباسط انصاری با ما هستن که ایشان مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان هستن. موضوعی که انتخاب کردیم تدابیرهای وزارت مهاجرین برای برگشت از کشور ایران، کسانی که حالا دوباره برگشتن، مهاجرینی که هستن، بیشتر صحبت رو میداشته باشیم. سلام، صبحتون بخیر آقای انصاری. سلام به شما، صبح شما همچنان بخیر باشه و سلام خاص خدمت تمامی بینندگان خوب تلویزیون خورشید. ممنون، سلامت، خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم. خب میخواییم در مورد تدابیرهایی که شما دارین یا هم آمادگی هایی که هست بیشتر از شما بشنیم با اون مهاجرین عزیزی که از کشور ایران دوباره برگشتن. خب متاسفانه از زمان شیوع مرض کرونا در ایران تا الحال برگشت هموطنان ما، با وجودی که ما هیچگاه مخالفت بر برگشت نداریم، ولی در این حال یک نوع تشویش خلق شده به اذهان عامه و مخصوصا هموطنان ما که در ایران زندگی میکنن. ما 2.5 میلیون مهاجر داریم در ایران و زمانی که برمیگردن از روزهای ابتدای شیوع مرض، ما پیشنهاد کردیم با وزارت محترم صحت عامه که باید مراکز ایجاد شود در قسمت چک و بررسی هموطنان ما که برمیگردن به افغانستان و اینا باید معاینات صورت بگیرد تا اینکه مبتلا به این ویروس نبوده باشند که در آینده باز به هموطنان ما مشکل آفرین میشه. از این لحاظ خوشبختانه از روزهای اول این مراکز ایجاد شد و هموطنان ما که برمیگردن از دو مسیری که ما در دو ولایت داریم، هم ولایت نیمروز و هم ولایت هرات، در اینجا معایناتشان انجام میشه و اجازه ورود به داخل افغانستان داده میشه. بعدتر مشکلات فرارای هموطنان ما مشاهده میشد که اینا زمانی که بر میگردن مشکلات خیلی دشوار اقتصادی دارن و مجبور میشن که حتی در امو ولایت مسکن گزین شون و حتی در ولایت اصلی خود نمیتونستن که برگشت داشته باشن. از این لحاظ با همکاری نهادهای بین المللی که در داخل افغانستان اینا فعالیت میکنن، ما اونا را متقاعد ساختیم و بالاخره چون در گذشته هم با ما هم کار بودن، بله، اونا معذر شدن که در هر دو ولایت دفاتر خود فعال بکنن و برای هر فامیلی از هموطنان ما که برمیگردن در ابتدا زمانی که تمام مهاجرین عزیز از ایران دوباره برگشت کردن، در ابتدا البته همچون تدابیر بود که باید معاینات صورت میگرفت یا هم تشخیص میشد. از روزهای اول که چند تن محدود، آن هم در سطح مشکوک بودن، اونا به بیمارستان ها مراجعه کردن در ایران، خیلی ها به مشکلات مواجه نبودیم. بله. و هموطنان ما طبق معمول در ماهای گذشته و در سالهای گذشته هم برگشت و رفتن از افغانستان و به طور کل رفت و برگشت داشتیم. از این لحاظ خیلی قابل نگرانی نبود و زمانی که این مرض بیشتر پخش و انتشار شد، ما این مسئله را پیش بودیم که بالاخره لحظه خود رسید و زمان خود رسید که برگشت هموطنان ما بیشتر خود شد. یعنی ما طبق معمول روزانه 1000 تن رفت و برگشت داشتیم. بله. ولی زمانی که این مرض بیشتر میشه، ما تا الحال حدودا 8000 تا 10000 تنها برگشت داریم که رفت قطعا مسیر مسدود است، ممنوع است، و از جانب ایران روزانه ما تا 10000 برگشت کننده داریم. از این ها در روزهای اول مشکلات جدی نبود، بعدتر ناگزیر شدیم که وزارت صحت عامه را در جریان قرار بدیم و اونا مسئولیت خود بیشتر درک کردن و این مراکز ایجاد شد. فعلا الحمدلله مشکلات خیلی جدی نیست. خیلی خوب، آرزومند هستم که همینگونه موفقانه پیش برین. خب حالا آمادگی بعدیتون چی هست؟ برنامه‌ای که شما دارین با این دهها، چون شما گفتین که برگشت هست اما رفت نیست، تنها برگشت است، هنوز هم ادامه داره؟ بله دقیقا برگشت ادامه داره و در این حال برنامه‌ای که ما داریم در قسمت کمک برای هموطنان ما واقعا نیازمند هستن و زمانی که به افغانستان اینا برگشت میکنن با مشکلات خیلی جدی مواجه میشن. این مسئله را درک میکنیم، با درک این مسئله ما در سالهای گذشته هم برای عودت کننده ها، هم در قسمت اشتغال، هم در قسمت کمک های عاجل بشری، در قسمت ادغام به ولایت های
هم نظرشان و مورد نظرشان. به این ترتیب این پلان و برنامه های ماست که جریان داره و مطمئن هستیم که ما بیشتر میتونیم که در این راستا کاری داشته باشیم و فعالیت داشته باشیم، چون تجربه ای که ما در گذشته او را کسب کردیم در آینده خیلی ها میتونیم به سهولت این کار انجام بدیم، چون هم تیم تکنیکی که با ما هستن و هم هماهنگی و ارتباط بهتر بین نهادهای خصوصی و دولتی که ما داریم، مطمئن هستیم که این پروسه را خوبتر میتونیم ادامه بدیم. ان شاء الله. ممنونتون آقای انصاری که تشریف آوردین و همیشه برنامه‌ای که دارین موفقانه انجام بدین. بخیر باشین. ممنون از شما.